صبح همگی به خیر خوشحالم که اینجا هستم پرستش خداوند واقعا حس ای به هم میده یکی از دلایلی که در واقع گروه پرستشی روی صحنه میان اینه که بتونید توی پرستشا شخصا با عیسی ملاقات داشته باشید امیدوارم فقط توی قلبمون نگیم که وای این نوازنده چقدر خوب میزنن موسیقی بسیار زیبایی اجرا میشه اما اصلی ترین هدف ما اینه که پادشاه پادشاهان رو پرستش کنیم و با او ملاقات داشته باشیم پس درسته که با هم خداوند رو میپرستیم اما امیدوارم در قلبتونم با با خداوند خلوت کنید و او رو بپرستید در اصل رهبران پرستشی و گروه پرستشی همین کارو میکنن اونا راه و نشون میدن در اصل گروه پرستشی میز زیافت رو میچینند تا با شاه شاهان بر سر یک سفره بشینیم پس سب یا نوع ترانه ها زیاد همیت نداره مهم اینه که بتونیم خداوند رو بپرستیم و مهم نیست که حتما آهنگی که دوست داریم اجرا بشه باید بتونیم با هر سرودی خداوند رو بپرستیم چند نفر از شما در جلسه پرستشی تجربه تغییر داشتید بله این فوق است ما با ورود به, به حضور خداوند و پرستیدن او میتونیم تغییر کنیم حضور خداوند در ما در ما عمل میکنه شکر تیستا جان بابت حضورت بسیار خوب میخوام امروز آیاتی از کلامو با شما در میون بذارم موعظات جدیدی رو آغاز میکنیم به نام پادشاهی انجیل میخوایم درباره انجیل و پادشاهی خداوند صحبت کنیم اما عیسی انجیل و پادشاهی خداوند رو کنار هم قرار میده امروز بخش اول این موعظه رو تقدیمتون میکنم و هفته آینده بخش دوم رو تقدیمتون میکنم امیدوارم که این موعظات باعث بیداری روحانی و تحولی در شما بشه تحول درونی تا قلبی تازه و اشتیاقی نو برای انجیل خداوند به دست بیارید. ولی از همه از همه بیشتر امیدوارم این موعظات کمک کنه بتونیم انجیل و بیش از پیش بشارت بدیم تا بتونیم زندگی انجیلی داشته باشیم قصد دارم راه های عملی درباره به کار بردن انجیل در زندگیمون بهتون توضیح بدم فکر میکنم این پیغام ها جذاب و تازه خواهد بود سیوود به کلیسا خواهد امد و درباره این مچبندا براتون صحبت میکنه حدود یه سالی میشه که از این مچبند ای که داده به دستم میبندم خب پیرنم بیش از حد تنگه روی این دستبند اسم مخففی نوشته شده بعضی افراد ازم میپرسن که این حروف مخفف چی هستن ولی میخوام استیو براتون توضیح بده خواستم بدون این که توضیح زیادی داده باشم بگم که در آینده موعظات پر برکتی داریم قبل از خلقت جهان خداوند وجود داشت همه چیز از خداوند به وجود اومده وقتی به نزد خداوند برم حتما ازش میپرسم قبل از اینکه جهان رو خلق کردید چه چیزایی وجود داشت احتمالا هر چیز که قبل از جهان ما وجود داشته هنوزم وجود داره ولی ذهن ما قابلیت درک و فهمش رو نداره قبل از اینکه جهان و زمان خلق بشه چه چیزایی وجود داشته ما میدونیم که خداوند قبل از خلقت جهان با پسر یگانش و روح القدس وجود داشته اونا یک خانواده بودن و تصمیم گرفتن که میخوان کار جدیدی انجام بدن بنابراین خدا سخن گفت اون سخن گفت کلمات قدرت دارن و کلمات از ذهن خداوند جاری شد تا چیزایی که مایل بود رخ بده خداوند جوری با پسر یگانه خودش و روح قدوس یکی بود که با هم فکر میکردند و کلام خدا جهانو خلق کرد کتاب مقدس به ما میگه همه چیز به وسیله و از طریق عیسی خلق شد پس کلمات از دهان خدا خارج شد و از از طریق این کلام پسر خدا همه چیز رو همه چیز رو خلق کرد تحقیق کردم تا ببینم چند کهکشان در جهان وجود داره این واقعا فوق العاده است ما هنوز انتهای جهان رو ندیدیم پس هنوز نمیدونیم جهان چقدر پهناوره و جالبه واقعا این جالبه دانشمندان میگن میلیارد ها میلیارد کهکشان وجود داره هر کهکشان اعتمالا صدها میلیون ستاره توی خودش داره میلیارد ها میلیارد کهکشان که در خودشون صدها میلیون ستاره رو جای دادن چند تا از این ستاره ها سیاراتی دارن که به دورش میچرخند ها؟ کی خبر داره؟ هیچ کس این ارقام بالاتر از قدرت درک ماست و این ارقام تعداد اجرام بسیار بزرگیه که عیسی مسیح خلق کرده ایسا ایسا تمام جهان رو خلق کرده حتما میگید که ایسا به روی زمین اومد و مسئله رو به زبون آورد ولی صحبتی درباره خلقت جهان نکرد حتما میخواسته مغز کسی نترکه قطعا ذهنمون واسه این بحث آماده نبوده سوالات دیگه رو وقتی به آسمان ها برده شدیم از اون خواهیم پرسید درسته خداوند فرمود خداوند فرمود بشود خداوند فرمود بشود کلمات از دهان خدا خارج شد سه شخصیت خداوند همه چیز رو خلق کردن ابرانیان باب یک آیه دو خدا این پسر را وارث کل کائنات گردانیده و به وسیله او همه ی عالم هستی را آفریده است همه چیز به وسیله او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد همه چیز به وسیله او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد کلوسیان باب یک آیه پانزه مسیح صورت و مظهر خدای نادیده است و از همه مخلوقات برتر است زیرا به وسیله او آنچه در آسمان و زمین است دیدنی ها و نادیدنی ها تخت ها پادشاهان حکمرانان و اولیای امور آفریده آفریده شدند آری تمام موجودات به وسیله او و برای او آفریده شد همه چیزهای دیدنی و نادیدنی برای عیسی و به وسیله عیسی آفریده شدند همه چیز همه چیز آری تمام آری تمام موجودات به وسیله او و برای او آفریده شد من فکر می همونطور که ما خداوند و پرستش میکنیم تمام خلقت دائما در حال پرستش خداوند هست ستاره ها موقع درخشیدن خدا را میپرستن خداوند رو میپرستن و وقتی ما تصمیم میگیریم خدا رو بپرستیم در صفحه پرستش کنندگان قرار می گیریم. پس خداوند پس خداوند قبل از همه چیز وجود داشت و جهان آفرید اما خداوند قبل از آدم و حوا همه چیز رو با کلامش خلق کرد و سپس آدم و حوا رو به صورت و شباهت خودش آفرید و بهشون این قابلیت رو داد تا سخن بگن با این حال انسان ها تصمیم گرفتن که به راه خطا برن من فکر میکنم امپراتوری روم یکی از اولین پادشاهی های ساخت بشر روی زمین بوده انگار که خداوند سب کرد تا انسان پادشاهی خودش رو روی زمین خلق کنه و بعد به انسانها بگه بذارید پادشاهی خودم رو بهتون نشون بدم پادشاهی انسانی چگونه عمل میکنه؟ چطوری عمل میکنه؟ زورگویی؟ بردهداری تمع؟ سو استفاده از انسانها؟ اینا خلقیت پادشاهی رومیان بود فکر نمیکنم رومیان این چیزا رو ابدا کرده باشن ولی طریق و راهشون بوده اینا راهی بود که اونا رفتار میکردن ادام کردن به روش مصلوب کردن کاری که اونا میکردن رومیا فقط ایسا و دو مجرمی که در کنار عیسی بر صلیب شدن و مصلوب نکردن رومیا بعد از یک نبرد حدود شش هزار مرد و مصلوب کردن روی صفحه نمایشگر ترهی از یک جاده رو میبینید شش هزار صلیب بر کنار یک جاده قرار دادن و روی هر کدوم این با یک نفر رو بر صلیب کشتن تا قدرتشون رو نشون بدن و باعث ترس همه ی انسان ها بشن این امپراتوری روم بود و به این روش رومی ها پادشاهی میکردن ایسا در این دوران به دنیا اومد به ذر آسمانی خالق تمام جهان رو به عنوان یک نوزاد به زمین فرستاد ایسا در, در سی سالگی خدمتش رو روی زمین آغاز کرد و پادشاهی که عیسی مسیح نمایندش هست دقیقا نقطه مقابل پادشاهی این جهانه دقیقا نقطه مقابل پادشاهی که عیسی ازش سخن میگه به وسیله تمایل برای غذا و بردهداری پول رهبری نمیشه عیسی با با پیغامی که داشت اومد تا پادشاهی وارونه، پادشاهی وارونه رو به ما نشون بده. ایسا گفت اگه به دنبال پادشاهی خداوند هستید به شما خوراک داده خواهد شد و برکت خواهید یافت. ایسا اومد تا پادشاهی رو نشون بده که دقیقا نقطه مقابل پادشاهی روم بود. ایسا اومد و گفت بذارید راجه به پادشاهی دیگه با هاتون. صحبت کنم عیسی به عنوان شاه شاهان و ارباب پادشاهی خداوند اومد تا پادشاهی آسمانی رو به ما نشون بده عیسی به عنوان پادشاه پادشاهی خداوند به روی زمین اومد او پادشاهی خداوند رو به روی زمین آورد رو تا ما تا ما که به عیسی مسیح ایمان میاریم بتونیم دیگران رو در پادشاهی اون سهیم کنیم اونم از طریق چیزی که خداوند در ابتدا به وسیله اون همه چیز رو خلق کرد یعنی کلمات خدا ما رو نیرو می‌بشه تا به عنوان پیروان مسیح به عنوان ایماندار به عنوان کسانی که پادشاهی رو لمس کردیم درباره کلام این پادشاهی که عیسی به ما بخشیده با،, با دیگران سخن بگیم و حالا از انجیل براتون میخونم رومیان باب یک آیه 16 پولس میگه زیرا من از انجیل خجل نیستم از آن رو که انجیل قدرت خداست برای نجات هر که ایمان آورد هر کس که در جهان به جملاتی که من و شما درباره پادشاهی آسمان ها میگیم ایمان بیاره قدرت خواهد یا قدرت خداوند درون ایمان داران عمل میکنه پادشاهی نادیده آسمان ها در شخص ایماندار تجلی پیدا میکنه ایسا از ما خواسته این کارو خواسته این کارو انجام بدیم و انجیلو که قدرت خداونده بشارت بدیم در انجیل متا باب نه آیه سی و پنج ایسا در تمام شهرها و دهات ها می گشت و در کنیسه ها تعلیم میداد و مجده پادشاهی خدا را اعلام می کرد و هر نوع ناخوشی و بیماری را شفا میداد در تمام کتاب مقدس می بینید. می بینید که وقتی عیسی مجده پادشاهی خداوند و اعلام می کرد شفا جاری می شد. کلماتی که بر زبان میاریم قوت دارن. ما میدونیم که این کلمات قدرت دارند. ما خلق شدیم تا فرامینی که عیسی به ما داده رو اجرا کنیم. پس ما فرامینی که عیسی به همون داده رو با تمام قلبمون اجرا میکنیم و پادشاهی خداوند رو اعلام میکنیم در متا باب دوازده به این موضوع اشاره شده و براتون میخونم و در بین راه اعلام کنید که پادشاهی آسمانی نزدیک است هر کجا میرید اعلام کنید که پادشاهی خداوند نزدیک اعلام کنید که پادشاهی خداوند نزدیکه دستتون رو روی قلبتون بذارید پادشاهی خداوند اینجاست به نفر کناریتون بگید پادشاهی آسمان نزدیکه بله بگید بلندم بگید پادشاهی خداوند نزدیکه پادشاهی خداوند یه جای دور دست نیست همین جاست همین جا پادشاهی آسمانی نزدیکه برای ما درک این موضوع سخته گاهی من هم در درک این مسئله دچار مشکل میشم پادشاهی آسمانی نادیدنیه ما چیزای جسمانی رو میبینیم اما دقت کنید عیسی از پادشاهی صحبت میکنه که میخواد در موردش موعظه کنیم عیسی پادشاهی خداوند رو به زمین آورد او پادشاهی خداوند رو تجربه کرده بود چون خود مسیح شاه پادشاهی آسمان هاست ایسا به ما فرمان داده که چون مسیح و پادشاهی آسمان رو تجربه کردیم باید این مجده رو به سایر مردم دنیا اعلام کنیم. فصلهایی در کلام خداوند هست که با, با خدا ترسی منو به غیرت آورده تا پادشاهی خداوند رو اعلام کنم. یه مثال میزنم. متا با به آیه سی و شش و, سی و هفت میگه زیرا بر طبق سخن خود یا تبرعه خواهی شد و یا محکوم درسته؟ زیرا بر طبق سخن خود یا تبرعه خواهی شد و یا محکوم طبق سخن بنابراین وقتی جملات نادرستی به زبان میارید و از ایسا میخواید که شما رو بابت این سخنان ببخشه میگید اوه شکرت شکرت عیسی. ای ایسا به این شکل از گناه کلماتی که به زبان آوردی تبره میشه حالا من به واسطه این کلمات محکوم نخواهم شد چون گناهانم و زیر خون مسیح قرار میدم ما میتونیم کلماتی رو به زبون بیاریم که دیگران و حیات میبخشه هر جا که میریم میتونیم این کارو انجام بدیم گروه نبوتی کلیسا کلمات تشویق کننده ای رو به زبان میارن که تا ابدیت خواهند رفت کلماتی که باعث قوت قلب در یک شخص میشه مجد دادن انجیل پادشاهی خداوند انجیل به معنی خبر خوش هست خبر خوش و شادمانی که باعث میشه اشخاص با شادمانی زندگی کنن معنی انجیل همینه پادشاهی آسمان سرزمینی که شادمانی ما در ایسا در اونجا قرار داره وقتی انجیل رو بشارت میدیم درباره پادشاهی مسیح سخن میگیم پس کلمات قوت دارن و برای کسانی که ایمان بیارن باعث نجات میشه ما باید انجیل و بشارت بدیم چطور این کار انجام بدیم در زندگی خودمون و در کلماتمون دیگران ما رو نگاه میکنن تا ببینن چطور زندگی میکنیم این میتونه یه نوع بشارت دادن باشه اما اما میتونیم به زبان هم مجده پادشاهی خداوند و اعلام کنیم و زندگی اشخاص رو تغییر بدیم باید مانند عیسی مسیح سخن بگیم پادشاهی خداوند چیزیه که تمام مردم جهان بدون اینکه مطلع باشن به دنبالش هستن چون پادشاهی خداوند درمان تمام کاستی هاست میدونید بسیاری از جوانان به خاطر بیحسلگی خودشون رو به درد سر میندازن پادشاهی خداوند جاییه که ما باید در اون مشارکت کنیم باید ابتدا پادشاهی خداوند و به جویی متا باب شش آیه سی و سه شما قبل از هر چیز برای به دست آوردن پادشاهی خدا و انجام خواسته های او بکوشید در اون هنگامه که همه چیزو به دست میاریم در اون هنگامه که ما رضایت قلبی رو به دست میاریم تمام تمایلات روحانیمون رو به دست میاریم پادشاهی خداوند فهرستی از بایت و نبایت ها نیست جهانیه که باید کشفش کنیم ایسا این پادشاهی رو با خودش اوورده. حالا این انجیل تا ابد ادامه خواهد داشت در کلام خدا گفته شده که وقتی مجده پادشاهی آسمان ها رو اعلام میکنیم اتفاقی خواهد افتاد مکاشفه یوحنا در این باره صحبت میکنه فرمان روای جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده و او تا به ابد سلطنت خواهد کرد پادشاهی آسمان ها، پادشاهی و فرمان روایی های این جهان در بر خواهد گرفت و عیسی مسیح بر همه تا ابد سلطنت خواهد کرد اون روز خواهد اومد ما باید درباره اون روز با مردم صحبت کنیم چون دوره ای که در اون زندگی می کنیم موقت هست خداوند و کلام او تا عبدال آباد وجود خواهد داشت نتیجتا اگر حیات جاودان رو به دست بیاریم تا عبد با خداوند زندگی خواهیم کرد اما دوره زندگی ما در این زمین کوتاهه ولی نحوه زندگیمون جملاتی که میگیم تا تا عبد باقی میمونه فوقلاده نیست؟ باید از مجده پادشاهی خداوند صحبت کنیم باید درباره کاری که عیسی انجام داد بگیم این چیزیه که عیسی خواسته انجیل باید در تمام جهان بشارت داده بشه اینا جملات مسیح قبل از مردنه متا 24 و و این مژده پادشاهی الهی در سراسر عالم اعلام خواهد شد تا برای همه همه ملت ها شهادتی باشد و آنگاه پایان کار فرا میرسد. عیسی تا زمانی که پادشاهی الهی در سرتاسر سر جهان اعلام بشه باز نخواهد گشت ابتدا باید مجده پادشاهی کارهایی که عیسی برای انسان انجام داده و بهایی که بابت بخشش این آزادی در مرگ و رستاخیز پرداخته بین همه موعظه بشه باید مجده روح القدس موعظه بشه این مجده پادشاهی باید در سرتاسر سر جهان اعلام بشه و بعدش پایان کار فرا خواهد رسید سرعت بخشیدن به بازگشت مسیح از طریق معزه انجیل امکان پذیره باید انجیل رو با کسانی که تا به حال این خبر خوش رو نشنیدن در میون بذاریم حتما افرادی هستند که هنوز مژده انجیل رو نشنیدن ممکن این افراد فعالیت های کلیسایی رو بشناسند ممکنه حتی بر برنامه های تلویزیونی و در زمینه مسیحیت تماشا کرده باشند ولی بسیاری از مردم هنوز کلام مجده خداوند رو نشنیدن هنوز کلمات غیر شریعتی و که در مورد پادشاهی خداوند از زبان یک ایماندار شهادت داده میشه رو نشنیدن شهادت های ما قدرت دارند. شما انجیل رو در درون قلبتون دارید و میتونید به دیگران مجده بدید از عیسی پرسیدن پادشاهی خداوند کجاست پاسخ داد درون شما ایمانداران درون ایمانداران ساکنه این پادشاهی نادیدنی تمام فرمان روایی های جهان و دربر خواهد گرفت این ما هستیم که وظیفه داریم پادشاهی خداوند رو بشارت بدیم تا زندگی مردم رو با قدرت با قدرت خداوند تغییر بدیم خداوند و شکرت میکنیم برای نشانه هایی که به ما بخشیدی بابت حرکت کردن و عمل کردن تو رو شکر کنیم. شکر بابت روح القدست که زنده هست شکرت که نه تنها زنده هستی ای خداوند بلکه عمل میکنی از طریق از طریق ما ای خداوند عمل کن شکرت که این پیغام خبر خوش نجات باعث میشه مردم با شنیدنش بخوان با شادمانی و برای نجاتی که دریافت کردن زندگی کنن شکرت میکنیم که این خبر خوشو به ما بخشیدی. همه ما که اینجا نشستیم مجده پادشاهی الهی رو از تو دریافت کردیم خداوند از تو از تو می طلبیم که از زبان ما استفاده کنی تا پادشاهی تو رو بشارت بدیم تا به همه جهانیان بگیم تو تو چه کارایی برای ما و جهانیان انجام دادی به ما کمک کن که خجل نباشیم ای خداوندا تا بتونیم مثل پولس اعلام کنیم که از انجیل خداوند خجل نیستیم دعا میکنیم که هیچ یکی از ما ایمانداران شرمنده و خجل نباشیم نترسیم و عملی که تو ای عیسی جان انجام دادی رو اعلام کنیم اعلام کنیم که عیسی روی زمین اومد و پادشاهی الهیشو بین ما انسان قرار داد خداوند و از تو می طلبیم که ما رو شهامت ببخشی تا مردم رو بشارت بدیم تا پادشاهی تو رو اعلام کنیم دعا میکنم که این هفته دعا می کنم که این هفته بتونیم بشارت بدیم جوهای تاریکی رو با نوری که در قلبمون قرار دادی بشکنیم در محیط تاریکی و نامیدی و سختی خداوندم میطلبم که از ما از, از, ما استفاده کنی از ما استفاده کن ای خداوند در نام عیسی مسیح آمین یه موضوع دیگه به خاطرم رسید شما نباید لزوما تمام مسائل پادشاهی خداوند رو درک کنید تا بتونید بشارت بدید فقط کافیه فقط کافیه به پیش برید چند نفر از شما میدونید نیروی الکتریکی دقیقا چطور کار میکنه چند نفر رو میدونید احتمالا تعداد کمی هستن من خودم توی دانشگاه برق مطالب زیادی یاد گرفتم ولی هنوزم نمیدونم نیروی الکتریسیته دقیقا چطوری عمل میکنه ولی میتونم برم انتهای این سالن و اون دکمه رو بزنم اینجوری و چرا آقا روشن میشه لازم نیست حتما همه چیز رو درباره الکتریسیته بدونید تا ازش استفاده کنید یه موتور جزئیات باور نکردنی داره دیو میلر مکانیکه اون میدونه خود را چطوری کار میکنن بقیه یه کسانی که اینجا هستن شاید فقط اجزای یه ماشین رو بشناسن ولی همه افراد حاضر در سالن کارکرد تمامی قطعات یک خودرو رو نمیدونن با این وجود بسیاری از ما چند دقیقه دیگه سوار ماشینمون میشیم و به سمت خونمون حرکت میکنیم درسته؟ بذارید بهتون بگم عیسی مسیح در این باره چی گفته؟ عیسی به ما گفته پدر آسمانی من خوشحاله که این مجده نجات رو به شما داده حالا برید و دیگرانو به پادشاهی آسمانها دعوت کنید برای دیگران دعا کنید ایساس که درون ما این کار رو انجام میده شهادت رو با دیگران در میون بذاریم این کار مثل اینه که دکمه برق بزنیم تا نیروی خداوند همه چیز رو روشن کنه باید با محبت داستان نجاتی که دریافت کردیم و با دیگران در میون بذاریم اون وقت قدرت خداوند از درون ما عمل میکنه و کاریو که قادر نیستیم به تنهایی انجام بدیم و به انجام میرسونه این فوق العاده است خداوند ما فقط دانشمندان رو برای بشارت دادن فرا نخونده خداوند تک تک ایمانداران رو فرا خونده تا مجده پادشاهی الهی رو اعلام کنیم فقط کافیه با ایمان نجاتی که از خداوند دریافت کردیم با دیگران در بذاریم